از خانوادش حرف شنوی داره، به طوری که تو خیلی از مسائل نظر منو نمیپرسه، یا اگرم من نظر بدم میگه نه اشتباس و پدر و مادرم درست میگن. هر کاری هم میخوام بکنیم اول باید اونا در جریان باشن. مادرش خیلی خودخواهه. عروس اولی به خاطر این رفتارا تقریبا کم رفت آمد میکنه، ولی من شوهرم خیلی وابسته است. چی کار کنم؟ کم معلی هم میکنم، اما بیشتر رفت آمد میکنن که حرص منو در بیارن. کمکم کنید. ایشون نوشتن که تازه ازدواج کردن، اما ننوشتن که چه مدت همدیگر رو میشناختن. من دیروز از دیروز برنامه جدید با از طریق اسکایپ با تلویزیون و رادیوی آرزو در کابل در افغانستان شروع کردم که یکی از سوالا این بود که یک ازدواج موفق ملاکش چیه. ملاکی از ازدواج موفق اول شناخت خود و بعد شناخت این رابطه است، قبل از اینی که ما سر سفره عقد بشینیم و بله رو بگیم. من نمیدونم چقدر تو مهربانو این عزیز رو میشناختی، به نظر میاد که یا نمیشناختی به اندازه کافی، چون این وابستگی رو شما از همون ابتدا کاملا مشخصه که یک مردی که داره میره خواستگاری، یک مردی که تصمیم گرفته ازدواج بکنه، چقدر چسب دوقلو پدر مادرشه، چقدر چسبندگی داره و چقدر سوپر گلو یا سوپر چسب دوقلو سوپره، و همچنین آیا طلاق عاطفی سالم با مادر و پدر و خانوادش داده و یا شما دادین دارین میرین یه عقد جدید بکنین، یا اینکه نه با همون ازدواج اول وارد ازدواج دوم میشم. حالا معنی این حرف من چیه؟ وقتی میگم من همیشه میگم ای مهربانو، ای مهربان، طلاق عاطفی سالم تو با پدر مادرت بده، با خانوادت بده، بعد ازدواج کن. معنیش این نیست که خانوادت رو طرد کن و ترک کن، اصلا معنیش اینه که حرمت پدر مادری رو و اونها حرمت فرزندداری رو دارن، عشق و علاقه هم بیشتر میشه که کمتر نمیشه، اما حق دخالت، دخالت‌های بیجا و حق تصمیم گیری رو باید گرفت. باید تصمیم گیری بشه فقط و فقط به برای شما دو نفر. پس اینجا به نظر میاد که این عزیز، طبق نوشته شما البته، این عزیز طلاق عاطفی سالم پدر مادرشو نداده. اونا اولن، در درجه اولن، اولویت هستن، تصمیم گیرنده هستن و شما یه زن دومی براش. اینجاست که اشکال ایجاد کرده، اینجاست که مشکل به وجود اومده. حالا که ابتدای ازدواجتونم هست و ازدواجتونم کردین و تموم شده، خیلی خیلی جدی و سریسلی باید بشینین با هم دیگه صحبت کنید، چون این عزیز همسر شما، برادر بزرگتر یا کوچکترش، تکلیفش روشن کرده. حالا به هر دلیلی، به هر حال رفت آمد و کم کردن به خانواده و بین خودشون دارن زندگی راحت ترشون رو میکنن. اتفاقا ممکنه این بار همسر شما رو بیشتر کرده، برای اینکه پدر مادر حالا بیشتر آویزون شما و همسر شما شدن که اونو از دست دادیم، حالا تو دیگه باید پسر خوبه ما باشی و زن ذلیلم نباشی، به حرف زنت هم گوش نکنی و به ما خدمت بکنی و در کنار ما باشی و حواست به ما خیلی بیشتر باشه، چون حالا دیگه ما اونم از دست دادیم. خیلی وقت تو جامعه شرقی مصیبت چند برابر میشه وقتی که یکی میره. اینه که باید هم شوهر شما حواستش رو خیلی جمع بکنه، چون اولویت زن و شوهره. اولویت باید زن و شوهر باشه، حتی توی بین خودشون هم بچه نباید اولویت باشه. چرا؟ به خاطر اینکه زن و شوهر وقتی خودشون همدیگر رو اولویت بشمارن، اختلافاتشون کمتر میشه، بچه های سالمتر تحویل میدن. ولی وقتی که اولویت نباشه، بچه ها سوء استفاده میکنن از این تفرقه که بین پدر مادر هست. اینه که باعث اشکال و ایجاد در هم تربیت بچه ها میشه و هم اختلاف بین زن و شوهر بیشتر میشه. به همین دلیل اولویت باید زن و شوهر باشن و بچه ها دقیقا باید بدونن که نمیتونن گیم بازی کنن و بتونن سوء استفاده کنن. این دلیلشه که من میگم اولویت باشه. پدر مادرم باید همیشه آف کورس، اگر که خوب و مهربان هستن، سر جای خودشون باشن. اما مادر نوشته مادر خودخواه.
ببین، زمانی که زن و شوهر رابطهشون خوب نباشه، مصیبت همین میشه. چرا من میگم اولویت باید با پدر، با زن و شوهر باشه؟ معمولا مادرایی که احساس میکنن به شوهرشون خیلی نزدیک نیستن، یکی از بچه هاشون رو شکار میکنن. حالا مخصوصا اگر پسر باشه، من بهش میگم ازدواج بدون رابطه جنسی، non-sexual marriage، که این میشه شوهر دوم من. حالا دیگه همه کس منه، پدرمه، مادرمه، همه کس همه. به به، چقدر همه بچه خوبیه، به درد دلهای من گوش میکنه، که بالاترین خیانته. چون کودکی و نوجوانی رو از بچه هم گرفتم، زنداری رو دارم از کودکی بهش یاد میدم که من زنتم، من اولویتم، من همه کستم، من بدبخت و بیچارم، من قربانیم. و این معمولا اینجور پسرها تا آخر عمرشون نمیتونن خوشبخت بشن، برای اینکه زنداری رو و تزوق خوردن زنداری رو داشتن. و بعد وقتی هم که ازدواج میکنن، هنوز زن اول قدرتش بیشتره و اولویتش بیشتره. و اینجاست که مادر شوهرها، یا مادر زنم بعضی وقتا اینطوری میشه، یا پدر زن پدر شوهرم همینطور، ولی اصولا تو خانوما بیشتر دیده میشه. اینجاست که حالا وقتی هم که زن واسه پسرش میگیره، با گوش کنایه و با رفتاراش کاری میکنه که اولویت بمانه. و اینجاست که خیلی خطرناکه، برای اینکه گیمای خیلی خوبم بلدن معمولا زنای شرقی، خب مهبانوها و مادرهای شرقی بازی کنن. و اگر شما که حالا ازدواج جدیدتون رو تازه ازدواج کردین، واقعا تکلیفتون رو شما مهربان و همسر آقا، تکلیفتو هر چه زودتر روشن کن، برای اینکه باید هم تکلیف خودت و هم تکلیف پدر مادر و هم تکلیف همسرت که برای ما ایمیل فرستاده. و من میخوام که هر دوی صدای منو گوش کنید. من اصلا منظورم این نیست که پدر مادرتون رو طرد کنید، هرگز. آره، اگر پدر مادری خیلی خیلی بدن، که من کم نداریم، من همیشه میگم، کی گفته همیشه بهش زیر پای مادران است؟ مادرهایی هستن، پدرهایی هستن که از دشمن برای بچه هاشون دشمن تر میشن، پس بهش زیر پای هر پدر مادری نیست. اما اگر براتون امکان داره، که باید داشته باشه، اگر میخواین یه زندگی خوب رو شروع کردین تازه و ادامه پیدا بکنه و یه زندگی خوب تشکیل بدین، لطفاً صدای منو خوب بشنوید. کاری که باید شما بکنین اینه که با همدیگه بشینید صحبت کنید، و شما مهربانی که برای من، برای ما ایمیل فرستادی، بشین خیلی صادقانه و مهربانانه با شوهر صحبت کن. چون شوهر شما کودکی نکرده، از کودکی مادر آویزونش بوده، درکش کن، سخت براش، نمیتونه، احساس گناه میگیره. آروم آروم باید ایشون متوجه بشه که به چه صورتی میتونه یک فاصله سالم بده و بعد شما رو اولویت بدونه. در کنارش مادر و پدرش هم هست، محترمم هست، بهشون هم توجه و محبت هم میکنه. کاری که شما مهربانو باید بکنی اینه که شما هم محبت کن به پدر مادرش. بارو از روی دوش همسرت بردار، صدای منو بشنو. الان میدونم وقتی بشنوی خیلی از دست من عصبانی میشه که وای اصلا نمیخوام ریختش رو ببینم، حالا برم محبتم بکنم. صدای منو بشنو ای مهربانو. شما اگر محبت به مادر شوهر و پدر شوهرت بکنی، بارو از دوش شوهرت بر میداری، شوهرت توجهش به شما بیشتر میشه. من نمیگم کلک بزنی، من نمیگم حق بازی کنی، تظاهر کنی، سعی کن مهربان شی، سعی کن شوهرتو درک کنی که توی کودکی و نوجوانیش اینجوری بزرگش کردن، توی همچین محیطی بزرگ شده، پسر خوبه ی فامیل بوده، خانواده بوده، و حالا نمیتونی شما یه دفعه بکنی. شما اگه بخوای یه دفعه بکنیش، از شما هم کنده میشه. شما باید مهر ببینیشون، مهر طلب بیشتر بزرگ شد تا مهربان. باید بریم برنامه فرق بین مهر طلب و مهربان رو ببینید، تضادهای درونی مهر طلب. حالا شما باید هم خودت و هم این همسر گله مهربانی رو جای مهر طلبی بگیرید. با مادر شوهرت بدرفتاری نکن. کم عروس اول کم محلی کرده، خب همسرش هم باهاش کنار اومده، اون فرق میکنه، با شوهر شما فرق میکنه. اون برادر شوهر از اول برای اون خانواده پسر گود بوی نبوده، پس راحت تر تونسته خودشو بکشه کنار. اما اینا همیشه از شوهر شما توقع داشتن. حالا که زن گرفته میشه زنزلیل، اگر که بخواد به فرض مثلا به حرف شما گوش کنه، اونا رو تردشون کنه.
ما دلیل نداره که طرد کنیم، ما دلیل نداره که نامهربون باشیم. ما مهربانی رو ور می‌داریم از وجود خودمون، مهربانی رو می‌ذاریم، یادم می‌گیریم که به موقع بگیم نه. نگفتن رو بیاموزیم، کم کم پدر مادرم رابطه‌شون با هم دیگه بهتر بشه، دست از سر پسرشون هم بردارن و اینا بهش اجازه بدن که این زوجی که تازه دوتا کبوتر به هم رسیدن یه لونه خوب برای هم درست کنن، یه لونه سالم برای خودشون درست کنن، تصمیماتشون رو خودشون بگیرن، احساس اولویت بودن داشته باشن. و توی مادر شوهر، توی مادر زن، توی پدر شوهر پدر زن، حواستون باشه وقتی بچه هاتون رو شوهر میدین و زن میدین، بذارین این پرنده ها پرواز کنن برن تو لونه های خودشون و یه لونه امین و سالم درست کنن و شما هم مهمون اون لونه هاشون بعضی وقتا باشین. بعضی وقتا پدر مادر رو میگن مثلا هر پنجشنبه باید اینجا باشین، هر جمعه باید، بعد برای خودشون هم توجیه میکنن که نمیخوام خانوادمون پراکنده بشن. بابا بچه من، بچه تو، بچه هر کس اگر با دلخوشی دلش تنگ شده بخواد این دل پرواز کنه بیاد خونه تو، خیلی ارزشش بیشتره تا اینکه با اجبار و روتین و وظیفه بیاد خونه شما، بعدش هم قبلش کلی دعواش بشه با زنش یا با شوهرش یا بچه ها بگن ما نمیخوایم بیان. آخه این چه مهمونیه که دلتونو خوش کردین که میگین خانواده شرقی؟ ببین چجور پشت هم هستیم. نیستیم، دروغ نگیم به هم دیگه، ما پشت هم نیستیم. ما ماسک به ما یاد دادن از کودکی، ما خودمون نیستیم، ما خوب خودمونم حتی دیگه نمیشناسیم، مخصوصا تو این 38 سال اخیر که بد و بدتر شدیم. پس بیاییم یه زندگی سالم رو از اول بیاموزیم، درس بگیریم که اصلا درس الفبای زندگی سالم، پدر شوهر و پدر زن، پدر مادر شوهر و مادر زن، عروس و دامادی زندگی سالم و رابطه سالم چیست، اینو بیاموزیم و تحویل بچه‌هامون بدیم. نکنین این بال بچه‌ای که تازه ازدواج کرده، بذار سر زندگی خودش باشه. فردا توی مادر باید بهاشو بدی، فردا طلاق و طلاق کشی به وجود میاد، حالا مهر میخوان بذارن به اجرا، بچه تو گرفتار میشه، خوشبختم نشده، دلت خوشه که بچه دوستت داره، از زنش بیشتر تو رو دوست داره. آخه کجای مادر مهربان به خودش اجازه بده که تو باید منو از زنت بیشتر دوست داشته باشی؟ عشق مادری خیلی با متفاوته با عشق همسر. اینا رو ما باید یاد بگیریم، تفکیکش بکنیم، عشق مادری رو نگه داریم برای بچه‌مون، تا آخر عمرمونم عشق بدون قید و شرط به بچه‌مون بدیم تا بچه‌مون بیاموزه، عشق پدری و مادری رو حفظش کنه، عشق زنداری و شوهرداری و بچه‌داریش هم از همون من تو باید بیاموزه تا بتونه تحویل نسل بعدی بده. پس خلاصه بکنیم این کلام و این ایمیلمونو، هرچه زودتر این همین صدای منو برای شوهرت بذار، بشینین دوتاییتون با هم دیگه فکر کنین در مورد صحبتهای من، هر جایی که نامعقول بود باز بیاین رو خط، بیاین خودتون اصلا رو خط با ما صحبت کنین، یا برای ما ایمیل دوباره بفرستین که ببینیم کجاهاش براتون مشکل بود، که اونجاها رو اون قفل ها رو براتون باز کنیم تا بتونین یه زندگی خوشبخت رو که تازه شروع کردین، یه زندگی خوشبخت رو ریشه‌ای کنین، ریشه‌ش رو قوی بکنین تا میوه‌های بسیار پرعت، گل‌های پرعت و میوه‌های شیرین رو تحویل خود و دیگران و حتی همون پدر مادر بدین.